اینه که فوق لیسانس رشته هنرم داره، فوق لیسانس علوم سیاسی داره، هم دکترای علوم سیاسی داره. ما باید برای زنانمون امنیت ایجاد بکنیم. نظامی که بی مدیریت بدون مدیریت زنان اداره بشه قطعا نظام خشنی خواهد بود. حضور زنان در مدیریت های کلان جامعه رو سالم میکنه، توازن بهش میبخشه، تعادل میبخشه، لطافت میبخشه، شور و شیدایی بهش ایجاد میکنه. مباحث مهم عدالت بحث عدالت جنسیتیه، بحث اینه که واقعا دختران و پسران ما احساس امنیت بکنن. اول چه دختر چه پسر، ما تو خوب میدونی اگه در جامعه عدالت یک هدف بزرگ باشه تمام اشکال تبعیض باید از بین بره. ما با هر گونه تبعیضی مخالفیم. تبعیض واقعا مخل رشد بشریته. حالا یکیش تبعیض جنسیتیه. آیا تبعیض اقتصادی خوبه؟ آیا یه جامعه سرشار از طبقات متضاد خوب هست؟ زنها سعی کردن خودشون رو بالاتر و بالاتر بکشن، تواناییاشون. نمیدونم من اشتباه میکنم، زنها احساس خلا میکردن و این خلا رو سر کردن که باید یه دوی ماراتون در واقع پر بکنن. انتظار داریم نگاه دوباره به زن بشه، یعنی قرائت دوباره. زنها آگاه شدن که ما هستیم، ما انتظار داریم و میخوایم در سرنوشت خودمون مشارکت داشته باشیم. ایده جالبه. این نقش رو تو خانواده برای زن قائلن، میگن تو خانواده زن بالاخره مادر، مادر، مربیه، ولی وقتی میرسه به پای جامعه این نقش تو جامعه یه جایی گم میشه. من اگر به تنهایی برم به یه شهرستان اجازه رفتن به هتل ندارم مگر اینکه یک مرد همراه من باشه، یا پدرم یا شوهرم یا پسرم. و از اون بدتره که شما بخواید عمل جراحی بکنی مالک بدنتون نیستین، باید یه آقا بیاد به شما اجازه بده که داری میمیری، نه صبر کن تا یک آقایی بیاد به شما اجازه بده که من بدن تو رو در واقع مسئله تو حل کنم. متاسفانه اون امنیت وجود نداره برای زنی که اون سرپناه اصلی خودش رو از دست بده. چرا زنان ما نباید پناه و امنیت داشته باشن در جامعه؟ چرا زنکشی وجود داره؟ چرا به عنوان مسائل ناموسی اینقدر زن کشته میشه؟ البته تعصب بد نیست به شرطی که در چارچوب قانون رعایت بشه، یعنی قانون پا وسط بذاره نه انسان نفر. ما جامعه رو داریم محروم میکنیم از یک نگاه زنانه ای که میتونه تعادل برگردونه. مثل یک کشتی که در یک دریای طوفانی همه سنگینی ها اومده یک طرف کشتی. اینی که میگم احساس میکنیم پناه دارن، نه اینکه زن یه ضعیف است که باید پناه ببره. درست. نه، یک نظام باید پناه زنان و مردان باشه. خب. من از یک راه دارم حمایت میکنم. چطور اینقدر مردم ایران در شرایط فعلی در رنجن، در فقرن، در ناراحتین، از عدم امنیت رنج میبرن، اینا اذیتشون میکنه، آدم چطور میتونه بی انتنا نسبت به این باشه؟ پس آرزوم اینه که همه این مسائل برطرف بشه. این درست نیست برن همسر یک نفر رو عکسش رو در بیارن جلوی تلویزیون. تو این ساعت باید مسائل عمومی رو مطرح کنن. چیزی نبود که به درد جامعه. تو بوستن این چیزی گفت، اگه آقای موسوی از خودش دفاعی داشت میگفت دیگه. پرونده این محرمانش از تو دانشگاه برمی‌دارن میان دست این آقا که بیاره اونجا نشون بده به مردم. مثلا حرفای آقای احمد نژاد که همه رو دزد و غارتگر و چپاولوگر معرفی کرد. میگفت ما هم اونجا داشتیم نگاه می‌کردیم دیگه، روشن می‌شد برای مردم دیگه. بحث برخورد منطقی و قاطع با یک پدیده ناروا یک مسئله است. اینکه ما بعضی از مرزها رو در نوردیم و به فراتر از اون بریم و با این کار خودمون انسجام ملی خودمون از دست بدیم، ارزش‌های بنیادی خودمون رو مورد تهدید قرار بدیم، اون سرمایه اجتماعی عظیمی که داریم اون رو مورد تهدید قرار بدیم، یه مسئله دیگه است. ملت ما مخواه زندگی کنه. دورش که فقط دوره بنده و آقای احمد نژاد دیگران که نیست، یعنی در مقابل ملت که بنده نمیتونم بیام در مقابل کسی که اصلا چین دور نمایی نداره برای ملت خودش من حرف بزنم، چه حرفی بزنم. من احساس نمیکنم که این روحیه یک روحیه طبیعیه. یعنی احساس میکردم که کسی که با من صحبت میکنه از موضع منافع همه ملت با من صحبت نمیکنه، در صورتی که خب رئیس جمهور، یعنی رئیس جمهور مردم، وقتی شما نتونید برای کشور کار بکنید، وظیفه خودتون رو نتونید عمل بکنید، اگر یه روحیه سالم داشته باشه ممکنه برگردیم بگید خب من نتونستم، توانایی نداشتم، یا فلان علت باعث شد که من کاری نتونم انجام بدم. دیدیم تو بچه‌ها بعضی وقت ظهور بروز میکنه، ولی بعضی وقت اصلا رانده میشه به این که تحت قالب
یک نوع بازی سعی میکنه که نقصا رو پنهان میکنه. این یک نوع بازی بود که در مقابل مردم انجام میشد. وقتی معامله با خداست، یه کسی برای خودش چیزی قائل نیست که در معرض نمایش و بیع و شرا و داد و ستد قرار بده. و برای همین من برداشتم اینه که حمله به اول انقلاب یا مثلا اصلا به 20 سال گذشته انقلاب، به 30 سال گذشته تاریخ کشور ما از این منظر با تعبیر بشه که اون چنان مسئله روی این صندلی نشستن اهمیت پیدا کرده که من به راحتی میتوانم اون سرمایه های گرانبها رو نفیش کنم. واقعا ما مشکل اخلاقی پیدا کردیم در جامعه. همه میگه مشکل اقتصادی داریم، مشکل سیاسی داریم، همه اینا هست در جای خودش مسائل هست، ولی ما میشیم پشت تیروبون پشت یه صندلی در جلومون کسی هست به عنوان یه طعمه نگاه میکنیم، به عنوان یه چیزی که باید حمله بکنیم بدریم و اون از بین بریم نگاه میکنیم. مگه این کارو نمیکردیم؟ نشسته جلوی من راجع به زن من صحبت میکنه. واقعا این نشون دهنده فراتر رفتن است. یه معیارهای خیلی معمولی اخلاقی است که یقینا همه ملتمون رو رعایت میکنه. شریف، باز انتخابات. انتخابات هم مظهر اراده مردم است برای حاکمیت بر سرنوشت و هم راه درست و مناسبی است برای استقرار نظامی که از رأی مردم برآمده و در مقابل رأی مردم مسئول است. انتخابات یعنی تعیین کننده بودن رأی اکثریت. منتها اگر مردم اندک در انتخابات شرکت کنند، اکثریت آن اندک حاکم خواهد شد که نسبت به کل جامعه اقلیت ناچیزی است. ممکن است اراده‌ای در کار باشد که انتخابات را به امری صوری و ظاهری و نمایشی تبدیل بکند، اما راه تحقق خواست اکثریت حضور حد اکثری مردم است. انتخاب رئیس جمهور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. من توصیه می‌کنم به هر کس که به اسلام می‌اندیشد، ایران را دوست دارد و به خصوص به جوانان و زنان، از آنها خواهش می‌کنم که از این فرصت استفاده بکنند. علاوه بر اهمیت ریاست جمهوری، شخص و فردی که انتخاب می‌شود نیز مشخصاتی باید داشته باشد. رئیس جمهور نباید دروغ بگوید، همچنان که هیچ فردی نباید دروغ بگوید. نباید ادعاهایی بکند که عملی نیست یا او از عهده انجام آن بر نمی آید. نباید اطلاعات نادرست به ملت بدهد. امروز در آستانه انتخابات سرنوشت سازی قرار گرفتیم. اگر احساس می‌کنیم که وضع مناسب است، اگر احساس می‌کنیم که به مردم دروغ گفته نمی‌شود، اگر احساس می‌کنیم که از امکانات، به خصوص امکاناتی که به صورت افسانه‌ای طی این سال‌ها در اختیار مردم قرار گرفت، درست استفاده شده است، اگر انسان‌ها احساس می‌کنند حقوق شهروندی آنان بیشتر پاس داشته می‌شود، اگر آزادی مشروع در کشور ما هزینه کمتری دارد و اگرهای دیگر، باید همین وضع ادامه یابد و این وضع